توی <متحد> جلسات قبلی گفتیم که برای ترسیم خط یا خطوطمون توی محیط ترسیمی دو تا روش خواهیم داشت. روش اول روش مختصات دهیه که با اون آشنا شدیم و روش دوم روش تعیین جهت و اندازه بود که حالا توی این جلسه ما میخوایم که با این روش خطوطمون رو دقیق تر و منظم تر ترسیم بکنیم. برای این کار با دو تا ابزار کمک ترسیمی قرار آشنا بشیم این دو تا ابزار ابزارهای ارتومود و پولار ترکینگ هستند که توی محیط نرمافزار میتونیم توی نوار وضعیت اونها رو پیدا بکنیم آیکون ارتومود دو تا خطه که بر هم دیگه عمود هستن و توی این قسمت من میتونم مشاهده بکنم اگر موسم رو ببرم روی هر آیکونی میتونم اسم اون آیکون رو ببینم که اینجا نوشته شده ارتومود من اگر کلیک چپ بکنم این آیکون فعال میشه یا این دستور فعال میشه و آیکون مرتبط با پولار ترکینگ یه علامت دایره است که دو تا خط اونها اون رو قطع کردن خب من دستور لاین رو انتخاب میکنم قبلش البته ارتومات رو فعال میکنم دستور لاین رو انتخاب میکنم و میخوام ببینم که این ارتوموت برای من چی کار انجام میده خب نقطه ابتدایی رو اول تعیین میکنم بعد از اون زمانی که باید راستا رو مشخص بکنم همونطور که میبینید راستای من دیگه نمیتونه توی همه جهت ها قرار بگیره بلکه یه محدودیت ایجاد میشه و اونم اینه که موس من فقط میتونه در راسته های افق و عمود حرکت بکنه یعنی من وقتی که این آیکون رو فعال میکنم میتونم در راستای سمت راست موسم رو قرار بدم و عدد مربوط به طول را مثلا پنجاه وارد بکنم تا خط من ترسیم بشه این خطی که ترسیم شده قطعا طول 50 خواهد داشت و زاویه اون سفت درجه میشه خب مثلا من میتونم از این دستور برای ترسیم یه شکل هندسی مثل مربع استفاده بکنم آیکون مرتبط با ارتوموز رو فعال میکنم دستور لاین رو انتخاب میکنم و بعد نقطه شروع راستای سمت مثلا راست عدد 20 اسپیس باز دوباره راسته سمت بالا 20 اسپیس سمت چپ 20 و سمت پایین نهایتاً 20 اسپیس به این صورت من تونستم مربعم رو ترسیم بکنم این آیکون ارتومود خیلی پرکار بوده مخصوصا زمانی که ما میخواییم نقشه کشی های صنعتی و ساختمانی رو انجام بدیم حالا آیکون دوم یا قابلیت دوم قابلیت پولار ترکینگه من وقتی که فعالش میکنم و مثلا با دستور لاین میخوام خط ترسیم بکنم وقتی که نقطه اولم رو ترسیم کردم همطور که میبینید توی یه سری از زوایه خاص یه خدچین سبزنگ نمایان میشه که این خدچین یه زاویه مشخصی داره مثلا الان 0 درجه است توی این حالت 45 درجه و توی این حالت 90 درجه زمانی که این خدچین برای من ظاهر میشه این خدچین یه خدچین صرفاً بسری هستش وجود نداره و فقط برای کمک به ترسیم ما نمایان میشه زمانی که ما این خطچین رو توی محیط ترسیممون دیدیم میتونیم مطمئن باشیم که خطی که داریم ترسیم میکنیم در راستای این خطچینه که این خطچین الان توی راستای صفت درجه است و من اگر مثلا عدد به طور مثال سی رو وارد بکنم خطی که ترسیم شده دقیقا توی راستای صفت درجه خواهد بود یا مثلا میخوام خطی ترسیم بکنم با زاویه 45 درجه توی این راستا قرار میدم خطچین که ظاهر شد طول مربوطم رو وارد میکنم 40 درجه به این صورت این گزینه پولار ترکینگ هم خیلی پرکار برده و من پیشنهاد میکنم که همیشه این آیکون رو فعال نگه دارید و حالا هر جا که خواستید اون رو فعال یا غیر فعال بکنید یا مثلا با ارتوموت کار کنید یا هر آیکون دیگه ای خب یه سوال که پیش میاد این که ما اگه نخواهیم با مثلا زاویه های 45 درجه کار بکنیم چی کار باید بکنیم میایم توی قسمت نوار وضعیت روی فلش که سمت راست آیکون پولار تریکینگ کلیک چپ میکنیم یا اینکه رو خود آیکون کلیک راست میکنیم به این صورت یه باکسی ظاهر میشه که برای ما انتخاب زوایای پولار تریکینگ رو انجام میده مثلا الان تو این حالت زوایه 45 درجه و زرایه به اون یعنی 90 135 180 و الی به عنوان زوایای پولاترکینگ انتخاب شده من میتونم اینو تغییر بدم و بکنم زوایای ضریب 30 درجه یعنی 30 60 90 120 و غیره خب من این پولار ترکینگ 30 درجه رو انتخاب کردم لاین رو انتخاب میکنم و مثلا یه خطی میخوام ترسیم بکنم توی زاویه 30 درجه خطی که ظاهر شد عدد تول رو وارد میکنم مثلا 30 یا توی زاویه 60 درجه مثلا 100 اسپیس خب حالا مثلا برای تمرین من میخوام یه شیستلی ترسیم بکنم با همین پولار ترحیم. روی زاویه سی درجه قرار میدم دستور لاین رو انتخاب میکنم نقطه ابتدایی توی راسته افق سی تا توی زاویه شست درجه سی واحد توی زاویه 120 و سی راسته افق دوباره سی درجه توی زاویه 240 یا 120 درجه این سمت دوباره سی تا و توی این زاویه دوباره سی تا و شکلم رو تکمیل میکنم به این صورت